به نام خدا. چرا دعا کنیم؟ به بیان قرآن، خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تره. بنابراین تموم خواسته های ما رو میدونه. پس دعا کردن کار بیهوده ایه. سوالی که شاید بارها و بارها شنیده باشیم و ذهن ما رو درگیر کرده باشه. بله، خداوند متعال در سوره قاف آیه 16 میفرماید و به یقین ما انسان را آفریدیم و میدانیم آنچه را که نفس او بدان اندیشه میکند و ما بدو از رگ گردنش نزدیک تریم. در برخورد اولیه با این آیه شریفه میشه یک نتیجه عجولانه گرفت که خداوند به ما نزدیک است و از درون ما کاملا خبر دارد و تمام عوامل رشد ما را میداند. پس دیگر نیازی به دعا و توسل نیست. در جواب به بیان سه تا نکته بسنده میکنیم. ابن فارس، لغتشناس مشهور، درباره ریشه و معنای لغوی دعا می نویسه: دعا متمایل کردن چیزی است به سمت خود به وسیله صدا و گفته خودت. پس دعا صرف ابراز نیاز نیست تا بگیم خدا که نیازهای ما رو می دونه پس چه احتیاجی به دعا وجود داره، بلکه مایه جلب توجه خدای متعاله. خداوندی که خودش عوامل رشد و سقوط آدم رو میدونه و از رگ گردن به ما نزدیکتره، در همین قرآن مجید فرموده اگر مؤمنی قصد نزدیک شدن به او را دارد و میخواهد به درجات بالا برسد، باید مراحل این قرب و نزدیک شدن را هم طی کند. به این دعایه توجه کنید: هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، یقینا من نزدیکم. دعای دعا کننده را زمانی که مرا بخواند اجابت میکنم. خدای متعال به صراحت در این آیه شرط استجابت و نزدیک شدن به خودش رو دعای بنده معرفی میکنه. بگو اگر دعایتان نباشد، پروردگار من اعتنایی به شما ندارد. این آیه هم به صراحت بیانگر اینه که شرط توجه و اعتنای خداوند به بنده خودش دعا و تضرع به درگاه الهیه. پس همین خدایی که خودش رو به انسان نزدیکتر از رگ گردن میدونه، خودش هم دستور به دعا کردن میده. انسان مؤمن باید به این فکر کنه که درسته که خداوند به ما از رگ گردن نزدیک تره، ولی آیا ما هم به همین اندازه به خداوند نزدیکیم؟ نزدیک بودن خدای متعال به ما دلیل بر سعادت و کمالات ما و نزدیکی ما به اون نیست. نزدیک شدن به خدا یعنی رسیدن به کمالات، و برای رسیدن به کمالات باید مراحل سعادت رو گذروند که با دعا و توسل و غیره میشه به اون رسید.